و بعد به خودش میگه که این به اعتماد به نفس دخترای من کمکی نمیکنه. اگه من بخوام برم نجاتشون بدم، بهتر عقب بشینم ببینم آیا به کمک من احتیاج دارن یا نه. و عقب میشینه و میبینه که خیلی جالب، دخترها از همون کوچیکی مثل این که واقعا شاه رابطه هستن و با اون سراتونین و اکسیتوسین توی مغزشون، این دخترها یه مقداری به هم میچسبن کنار هم و پسرها رو یه خورده تماشا میکنن، بعد یواش یواش میرن جلو، با دستاشون تفنگ درست میکنن، بعد یواش یواش با این پسرها حرف میزنن، بعد دو تا دونه کوکی که توی دستشون بوده میبرن به این پسرها میدن و چند دقیقه بیشتر نمیگذره که بعد این عروسک ها تو بغل پسرها هستن و یه بازی پدر و مادر و برادر و خواهر و برادر خواهر دعواش میشه و پدر داره به این دعوا میکنه و دکتر گوریان فقط 10 صفحه کتابش رو راجع به این داستان و این که اونجا من متوجه شدم که من لازم نیست که به خاطر دختر بودن دخترام نگرانشون باشم. اونا اگر این قدرت رو ندارن، قدرت‌های دیگه ای دارن. پسرا اگر موتوریک هستن، اگر تهاجمی هستن، قدرت لفظی، لغاتی به اندازه دخترها ندارن و توی این سن این دخترها هستن که از نظر رابطه یه دوتا مغزشون برای اینکه بتونن ایموشنشون رو، احساسشون رو به صورت توی لغات ببرن و بتونن رابطه ایجاد بکنن فوق‌العاده قوی تر هستن و ما اگه بهشون این اجازه رو بدیم که از این قدرتشون استفاده بکنن، لهله ورده نخواهند شد. و یه مقدار مسائل خود هورمونا هست و یه مقدار هم مسائل آیا زنانگی و یا مردانگی در هر زن یا مرد حال و هوایی داره که همدیگر رو کامل میکنه. یعنی باز متوجه میشین اگر مردانی هستن که بیشتر احساسی هستن و حال و هوای رفتارهای زنانگی رو نه به عنوان رفتارهای جنسی بلکه احساسات دارن و اون گرما، اون حالت نرچرنس و کمک کردن براشون خیلی هست، خیلی موقع ها با خانوم های اتفاقا جذب میشن که اونها شاید حالتهای تهاجمی رو داشته باشه. دقیقا همون رفتارهای مردانه و زنانه در هر دو نفر به مقداری وجود داره. حالا بعضی ها حالت و بعضی موقع ها میبینید در شرایط مختلف زندگی، در زمان مختلف زندگی، بعضی ها بیشتر حالت زنانه دارن یا حالت مردانه دارن و این خب متفاوت میشه از مسائل ژنتیکلی. یه قسمت دیگه ای از اون رو داریم نگاه میکنیم که این هم مهمه نگاه بکنیم. مثلا ممکنه که دخترها وقتی که بچه هستن یه مدل به خصوصی رفتار میکنن، زمانی که دارن بچه دار میشن یه مدل به خصوصی رفتار بکنن و بعد از اینکه بچه ها بزرگ شدن تازه اینا بلند میشن میرن تو دنیای کاری و یه قسمت دیگه اصلا از وجودشون رو پیدا میکنن، استروژناشون یه کمی میاد پایین تر، شاید اصلا تستوسترون بدنشون بره بالاتر و میبینین که حالت مقابله کردن در کمپانی ها در شرایط چقدر زیادتر میشه. همین الان هم در دنیا میبینین که خیلی از خانوم ها از سن 40 بالا خیلی خیلی بیشتر اکتیف هستن، دارن کار میکنن، در دنیا هستن، حتی با کسانی که طلاق گرفتن. یک مد جدیدی که هست اینه که سن بالاتر خانوم ها اتفاقا با سن پایینتر آقایون دارن شروع میکنن رفت آمد کردن و روابط برقرار کردن و اونجاست که میبینین خیلی از رفتارهایی که بوده برای و شناخته شده برای رفتارهایی که بیشتر برای مردها بوده اومده و تبدیل شده به رفتارهایی که در یک زمانی در زندگی به نفع خانوم، اون خانوم بوده که یاد بگیره و انجام بده و به وجود آورده. و بالعکس آقایون ببینید خیلی از پدرها ممکنه که قبل از پدر بودنشون خیلی بیشتر این حالت خشونت، رانندگی های زیاد یا کارهایی که مثلا مشروب خوردن، رفتن ورزش های خشن بازی کردن و بعدی دفعه زمانی که پدر میشن انگار اون فضای نورچرنس، اون قسمت زنانه خودشون اتفاقا بیشتر باز میشه و اون حالت رو با فرزندشون دارن و بعد وقتی که فرزندشون بزرگ میشه و دوباره نوجوان میشه برمیگردن و اون حالت رقابت کردن رو با اون به وجود میارن. در چه عین همین رفتارها رو حتی در زن یا مرد در قسمت‌های مختلف زندگی بنابر اون شرایطی که داره به وجود میاد میبینین که ارائه میکنه خودش رو. دقیقاً همینجوری، چون بدن و
روحیه، احساس، ایموشن، اون فیزیولوژی، اون سیستم مجبور خودش رو با انوایرمنتش کاملا تطبیق بده. انسان جوری به دنیا اومده که هر جا که زندگی بکنه با همون تطابق پیدا میکنه. بنابراین وقتی که با یه خطر مواجه میشیم، اون سیستم فرار یا فریز شدن یا اتک کردن اصلا بدون اینکه ما نقشه‌ای براش بریزیم خودش میاد. و وقتی که یه مادر بچهش به دنیا میاد، بدن نه احتیاج داره این مسیج رو بهش بدن، نه احتیاج داره دارویی بهش بدن، شیر رو خودش میسازه. و بعد وقتی که بچه دیگه احتیاج به اون شیر نداره، بدن این مسیج رو میگیره که کمتر و کمتر داره شیر استفاده میشه و خب دیگه احتیاج نداره، بنابراین منم بهش نمیدم. و به همین صورت هم هست که در برابر اتفاقات متفاوت بدن اون ماده‌ای رو که اون ماده شیمیایی رو که در بدنش هست میسازه و اونجوری که باید. اگر که حالا طلاق گرفته این خانم و مجبوره برگرده سر کار و مجبوره که خودش رو با قدرت بکنه، این قدرت درش هست که خودش رو تطبیق بده و با اون محیط کارش و پیشرفت بکنه. و اگه تطبیق نمیده به خاطر شرایطی خیلی دردناک میشه. مثلا روابطی هستش که مثلا الان من این رو خیلی بیشتر میبینم به خاطر مسائل اقتصادی، اینه که فرزند بانوانی هستن که مایل هستن در اون شرایط خانواده و اون چیزی که تو ذهنیتشون بوده که مادر بشن، بچه هاشون رو بزرگ بکنن و در اون شرایط احتیاج نداشته باشن که بلنجن برن و در کمپانی های مختلف حالت رقابت رو به وجود بیارن، اون تحرک رو داشته باشن که برن با دنیای خارج کاری انجام بدن. و خیلی از ازدواج هایی رو که الان مشاهده میکنم من در امریکا که به خاطر مسائل مادی به هر دلیلی بیزنس همسرشون اومده پایین و نظر مادی یا اینکه کارش رو از دست داده همسرش، میبینیم که به غیر از خود نگرانی های مسائل مادی، این حال و هوایی رو که من مردم رو مرد میخواستم تا بتونم من زن بمونم، یک غم خیلی زیادی به وجود میاد، یک خشم به وجود میاد که من احتیاج دارم که تو رو در نقش مرد خودم و اون کسی که اون شخصیت ها رو داره نگه دارم و از اونجا بهت احترام بگذارم، چون اگر تو از اون جایگاهی که من صدا میکنم مردانه بیفتی و تو قرار بشه که بری در فضای احساساتت که من باید از تو اونطوری از جای دیگه ای نگهداری بکنم، یعنی نگهداری که من برم شکار کنم برگردم، اون وقت من باید زنانگی خودم رو از دست بدم و برم در قبال یک سری رفتارهای مردانه رو بگیرم که اون وقت آزار دهنده است. و این برای هر دو شخصی که این رول ها رو انتخاب کردن دردآوره وقتی که طبیعی و نچرال براشون نیست. و دوما اینه که انتخاب این رول ها یک مدل دیگه بوده و به خاطر شرایط زمانه انگار یه رول دیگه ای براشون به وجود اومده که این رول جدید رو انتخاب نکردن. این خیلی درسته و داره مغز منو به اونجا میبره که برای اینکه فرزندان ما ازدواج موفقی داشته باشن چقدر مهمه که پسر و دختر ما بتونن یک عشق رو در خانواده احساس بکنن و رولشون به عنوان همسر، رول یک پسر به عنوان شوهر و رول یک دختر به عنوان یک خانم، یک همسر، یک آقا، اونجاست که این نقش رو میبنده. اونجاست که پدر باید با پسر هم با همسر خودش اون رابطه رو که میتونه به بهترین نحوی که میتونه انجام بده و وقتی به مشکلی برمیخوره حتما سعی کنه حلش بکنه با تراپی، با کتاب خوندن، با به هر صورتی که میتونن اون عشقی رو که درشون از اول به وجود اومده زنده نگه دارن تا بتونن اینو به فرزندانشون بدن. و بعدم مرد بودن رو مرد هست که به پسرش یاد میده و زن بودن رو زن هست که به دخترش داره یاد میده و همسر بودن رو داریم به بچه یاد میدیم. یکی دیگه از ریسرچ هایی که کردن و خیلی جالبه، مثلا به طور مثال اینه که پسرها در کوچیکی خیلی زودتر، قبل از حتی 2 سالگی، خیلی زودتر از دختر
به طرف استقلال میرن، میخوان که مستقل باشن، از مادر دورتر میدونن، وقتی شروع میکنن راه رفتن از مادر فاصله بیشتری میگیرن تا دختر. دختر چند قدم میره زودتر برمیگرده. اون ریفیولینگی که بچه ها